خب بهتون گفتیم که خونریزی محدوده و خونریزی شدیده. خونریزی محدود که دیواره رگ آسیب جزئی میبینه، خیلی کوچولو، خراشی ریگه سطحی اینا رو داریم، گفتیم اونجا لخته‌ای شکل نمیگیره، صرفا برای جلوگیری از خونریزی پلاکت ها میان تجمع میکنن و درپوش برای ما تولید میکنن که اون درپوش جلوی خروج خون رو میگیره، یعنی دیگه لخته ای شکل نمیگیره. ولی اگه خونریزی شدید باشه، دیواره رگ پاره بشه، آسیب زیاد ببینه، اینجا ما تشکیل لخته رو داریم. برای تشکیل لخته واکنش های آبشاری داشتیم، از حالا اون بافت و پلاکت های آسیب دیده آنزیم پروتوموبیناز آزاد میشد. پروتوموبیناز باعث تبدیل پروتوموبین به ترموبین میشد، ترموبین هم اثر میذاش، فیبرینوژن رو تبدیل به فیبرین میکرد. فیبرین پروتئین نامحلول رشته‌ای بود که مجموع این فیبرین با گلبول های قرمز با پلاکت ها لخته رو تشکیل میدن که این برای خونریزی شدیدتر بود. تو این فیلم ببینید الان اینجا آسیبی که توی دیواره رگ وجود داره یک آسیب زیاده، خونریزی من شدیده، صرفا اگه اینجا پلاکت تجمع کنن در پوش ایجاد کنن نمیتونن جلوی خون رو بگیرن، اینجا لخته شکل میگیره. اینجا داره خونریزی انجام میشه، این دیواره رگ من داره خون خارج میشه، همینطور خون هدر میره، اینجا الان لخته شکل میگیره که تو این فیلم دیدیم الان که اینجا لخته ای که شکل گرفته بود ترکیبی از گلبوله قرمز، خود پلاکت ها و پروتئین فیبرین هستش. فیبرین نامحلوله، فیبرینوژن محلوله. تو این فیلم واضح تر این یک لخته هستش، میبینی که تجمعی از گلبول قرمز، پلاکت ها با این فیبریناس، اینا که شبیه نخ میمونه فیبرینه، به کل این مجموعه میگن لخته. این دیگه درپوش نیستش، این لخته است که توی خونریزی شدید اتفاق میافته و عوامل انقادی مثل یون کلسیوم و ویتامین کا برای تولید لخته نیاز داریم.